No problem. این نامه بیت العقد بود فارسیش در آمده بود و کپی گرفتم و همه اینا ولی راش دویدم یادم بود همین هست که این چیزی هم که بودیم انگلیسیه من فارسیش رو میارم ولی شما هم سعی کنید اگر بتونید یه نسخه خودتون رو بخونید این در وجود 6 صفحه است بخونید وقتی میایین با هم دیگه بتونیم پیش ببریم من هفته بعد رو میذارم برای بیکارت بده خوش آمدیم میشین کنم ولی برنامه امشب هدف بنده آن است که در مورد روزه یا به اصطلاح ادیان سیام مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم و برای اینکه این رو بتونید شما سنجیده و علمی در نظر بگیریم من این رو به 6 قسمت تقسیم کردم و هدفم اینه که اگر بتونیم تا آخر ساعت ما این 6 تا سوال جواب بدیم حتی ولو مختصر که شما در حقیقت یک بینش کلی پیدا بکنیم اولین سوال اینه آیا در دیانت بهایی بلخص در آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله مفهوم روزه چیه و فرق این مفهوم با ادیان یا اعتقادات قبل چیه؟ آیا همون مفاهیم قدیم است یا یک مفهوم جدیدی آورده؟ چون هوشنگ خان که استاد هستن و تو این کارا واردن یک مقدمه کلی این است که نمیتونیم ما بگیم که شاید در ادیان قبل این مفاهیم جدید در مورد روزه و عبادات به طور کلی وجود نداشته نمیتونیم بگیم ولی میتونیم بگیم کمرنگ بوده یعنی وقتی شما یه عبارتی پیدا میکنی که این حدیث مشهوره که میفرمایند 70 سنه عبادت ولی در مقابلش می‌فرمایند یک ساعت فکر کردن یا تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. خب این شما نمی‌تونید بگید رنگ نداره. این در اسلام جا افتاده. یا مثلا فرض بفرمایید این عبارت که عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست خب پس شما در اینجا یک مفهوم خیلی جامعی دارید در نظر میگیرید که پس کسی که صاحب این شریعته یعنی رسول الله در حقیقت از یک طرف اینا همش بر اساس احادیث مشهوره این البته مال شاعره و این حدیث خب شما از یک طرف میبینید که رسول الله اگرچه عبادت رو نماز رو روزه رو خمس و زکات و همه اینا رو تو قرآن خودش میاره ولی در این حال تذکر میده که یک ساعت فکر کردن
خیلی مهمتره از این که شما 70 سال عمرتون بذاری عبادت کنی. بستگی داره به چی فکر بکنی. قابلت اینجا اصلا به طور کلی به قول خیلی از متفکرین اینه که اصلا فکر کردن یعنی چی که مورد نظر رسول الله بوده. یا دومی در حقیقت خوب دقت کنید این یه حالت فردی بهشیده. خوب دقت کنید این قسمت که یک ساعت تفکر بهتر از 70 سن عبادته در حقیقت میخواد بگه که روزه نماز در حالت فردی یعنی چی؟ این عبادت رو در وضعیت اجتماعی داره در نظر میگیره. در ارتباط با خود حبیب نماز، روزه، خمس، زکات، حقوق الله هر چی میدی خوش و به حالت، ولی یک ساعت فکر کن در مورد اصلا هدف این کارا چیه. این پس مال منه. بعد میخوای نشون بدی چقدر شما عابدی، چقدر شما روحانی هستی. رسول الله میگه بفرمون عبادت به جز خدمت خلق نیست. پس ای دقت بفرمایی این نکته نکته ظریفیه تا قبل از اینکه ما وارد مرحله سوال اول بشیم. یعنی هر عبادتی رو، هر روزه ای رو، صیام رو یکی مرحله فردیه، یکی مرحله اجتماعیه. حالا بایستی ببینیم در این دو وضعیت صیام چجوری معنی خودش رو حفظ میکنه. اگر همه عبادات باید روش فکر کرد، اگر همه عبادات نتیجهش اینه که به خدمت خلق پرداخت، حالا بیاییم ببینیم این قضیه با روزه چجوری کار میکنه. سوال متوجه شدی؟ صیام چیه واقعا؟ وقتی شما مثلا در آثار حضرت باحالله میبینید، همین سوال اوله، شما میبینید مثلا نقطه اولا در بیان فارسی اینا چون ضبط هم میشه این مواخذ مهمه، در بیان فارسی میاد میگه روزه 11 سالگی شروع میشه 42 سالگی هم تمام میشه. وقتی میریم قشنگ این رو بررسی میکنیم میبینیم که این 11 رو انتخاب میکنه سیدنی محمد با به خاطر اینکه به حساب ابجد این هوبست و 42 رو انتخاب میکنه چون بلاست. بله، یعنی در حقیقت میگه که موقعی که هوه 5 و 6 یعنی چی سید علی محمد با میگه روزه موقعیه که تو اون حقیقت رو میشناسی. خیلی امکان داره عابد باشم ولی حقیقت رو نشناسن. اینه که میبرای من اولین وظیفه عرفانه. عرفان هم هر کسی یه جور میگیره، فکر میکنه عرفان این شخصه یا اون شخصه، یه کسی میگه نه عرفان حقیقته. بعد میگه 42 تموم میشه. 42 دوباره این به نظر میاد سید علی محمد باب زیاد گیر 11 و 42 نبوده، بلکه اینو به صورت رمزی داره استفاده میکنه. میگه حالا خوب دقت کن، میگه این عبادت تو 11 هوه موقعی که عرفان حاصل میکنی شروع میشه، موقعی که واقعا تمام این خواص عرفانی رو به صورت عملی در میاری تمام میشه. گرفتی چطور شد؟ حالا روزه چرا؟ میگه روزه اصلا یعنی چی؟ صیام برای سید علی محمد باب مفهوم مرگ با صیام تو هم موت. موت یعنی چی؟ توضیح میده دوباره در بیان فارسی.
موت نه آن موت معروف در نزد خلق است. میگه وقتی من میگم مرگ، مقصودم این مرگی نیست که مردم تو ذهنشون دارن، بلکه موت در نزد شجره حقیقت است از مادونا. حالا ببینم متوجه شدین چه خبره یا نه. میگه موت یعنی مرگ، جدایی، فنا شدن از هر چیزی که غیر از حقیقته. خوب داره ببین چقدر قشنگش کرده. یعنی معنی سیام میذارم به توتال دیتچمنت. توتال دیتچمنت فارس انگلیسی شد بچه نیویورکی آقا سیام شما نگاه نکنیم مال مرحبتن نیویورک اون طرف هاست. به قول ایشون اصطلاح انگلیسیش دیتچمنته. اصطلاح دیگهش تو اسلام، تو بابیت، تو باهائیت دای این می دت آی می لیو این دی بمیر. هی میگم بمیر بمیره، نمیگم بله ما آرزو میگه که بمیریم. خب اگه این قرار بوده بمیری و جور زنده نگرد میداره، اگه قرار بمیری چرا این همه احکام پسد برده؟ چرا اینقدر آرزوها داره؟ چرا میگه از دنیا مزرعت الاخره؟ چرا میگه که اگه این دنیا رو نداشته باشی هیچ دنیایی رو نداری؟ با چرا میخواد بمیری؟ اینه که سیدال محمد با میگه این روزه یه رمزه که تو همونطور که میتونی نخوری و نیاشامی، همینطوری هم میتونی از چیزای غیر حقیقی هم پرهیز کنی. گرفتی چطور شد؟ ولی اونم ایجاد نمیشه مگر با عرفان. عرفان هم ببینید سخت نگیرین، اینا رو من سعی میکنم از قالب مذهبی بیارم بیرون، چون دین یا حقیقی باید باشه. چون وقتی مذهبی شد خیلی 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 منو ببخشید یعنی خرافی. اگر یه چیزی حقیقی باشه که دیگه مذهبی علمی نیست، حقیقته. دقت میکنه اینه که حضرت اعلی میفرمان اصلا هدف اینه که کشف صبحات بشه تا بتونه این نور حقیقی ازلی ابدی رو همه بفهم. پس این معنیش اینه. مثلا فرض کنید شما میفهمین همیشه شما شکر زیاد میخوردین، یک دفعه عرفان پیدا میکنه، حالا عرفان میتونه توسط یه کلیپ یه میفهمی، یا یه نفر خبر بهت میده یه چیزی میفهمی که آقا این انگوره رو انقدر نخور واسه بده. این میشه عرفان. علم پیدا کردی، بعد علم که پیدا میکنی میری اجزاشو بررسی میکنی، احاطه بهش پیدا میکنی، میشه عرفان. بعد برای این که حالا منقطع بشی علم داری، عرفان داری، حالا باید بذاریش در حیز عمل. وقتی میذاری در حیز عمل، بعد چه بخوای چه نخوای از اون افکار قبلیت، اعمال قبلیت منقطع میشی. اینه بشوین سیام چند روزش کرده سید علی محمد باب. بنابراین اینه که وقتی در قرآن آمده الست به رب بکن، آیا من پروردگار شما هستم؟ بگین بلا بلا. این بلا بلا اینه. آیا من پروردگار شما هستم؟ در حقیقت یعنی آیا این چیزی که من به شما میدم حقیقت هست؟ بس سید علی محمد با میفرمان شما با تحقیق و تدبر و جستجو میفهمین هست یا نی. وقتی فهمیدین هست عملش میکنید میشه بلا بلا. گرفتی چطور شد؟ پس حالا دقت کن، اینه که در آثار بهاءالله سوال اول هستن که میفرمان یه دستن تمام عمرشون روزه میگیرن. این در قلبای سیام
یه روزش هم قبول نمیشه، یه ساعتش هم قبول نمیشه. یه دستن اصلا به ظاهر روزه نگرفتن اینا. ما در دو عالم اینا رو روزه دار حساب میکنیم. گوشه خواه این چجوریه؟ پس صبح بلنشیم و سحر این رو بخوریم و وسطش حالا قرص بخورم یا نه من دایبتیک داریم؟ نه استغفرالله، این که از پی میره. ولی خب بعدش دو تا غیبت بکنیم چی؟ خب اون حالا خودم میبخشه، غذاها رو نخور. دقت کنیم میخواد چی کارت کنه؟ دقت میکنی؟ کامی در حقیقت بهاءالله دوباره یه طریق دیگه میگه ای حبیب لاانشور، خودت رو به این عبادت ظاهره گول نزنی، یه عبادت باطنی فکر کن. اصلا باز چی روزه میگیریم؟ آیا روزه میگیریم فقط روزه جسمانیه، روزه فکریه، روزه روحانیه، یا به عبارت دیگه آیا اینا همش به خاطر انسان بودن من نیست؟ حضرت بهاءالله اینکار من خیلی اصلا اینا رو فکر نمی کنن. در کتاب بدی می فرمن اهل بصیرت میتونه اینا رو بفهمه. کسایی که اهل بصیرت نیستن، حالا حضرت اعلی دوباره ببین من بین این دوتا دارم میچرخم، میفرمن اکثر مردم تابعن، میفرمن تابعن لاانشوره، همینطوری میره. خب چیکار باید بکنیم؟ ما باید روزه بگیریم. خب مسلمون بودیم چجوری میگرفتیم؟ 30 روز. الان چی؟ خب بذاره تخفیف داده شده 19 روز. خدا پدرشو بیام واسه بابا، مال ما چقدر خوبه، مال ما بهاره، ولی مال اونا تابستون. واه 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 تو این تابستون. ببین یه عده سوال از دومه پشه میکنن، به قول باب میگه سوال از دومه بهوزه میکنی، یه عده دیگه برمیگردن میگم بابا اهل بصیرته، میگه هدف از این روزه چیه؟ واسه چی من دارم روزه میگیرم؟ حالا ببینم ماه که 19 تا ماه داری، یه ماهشو روزه میگیری، 18 ماه دیگه شو روزه نباید بگیری؟ این دیگه چه نوع روزه ایه؟ خب اگر روزه خوبه همشو میگیریم دیگه. ببین اینجور سوالا رو چون همه نمیتونن بکنن، حضرت نقطه روزن فرمان عرفان چقدر بود؟ چقدر انسان یقیناً، ظاهراً، باطناً، فکراً، عمیقاً بفهمه. پس روزه چی شد؟ روزه یعنی از هر چیزی که غیر حقیقیه تو بتونی جدا بشی، چه فکری، چه روانی. به قول این جول استین، این طلب انجلسه برمیگرده میگه kiss the old goodbye، kiss the backbiting goodbye، kiss the negative feeling goodbye. این در حقیقت سیام یعنی goodbye to whatever makes you to lose your humanism. آیا این فرقش با ادیان قبل چیه؟ منهج جواری چی؟ ولی در قبل مردم بیشتر میکانیکلی نگاه میکردن. 5 بار باید آیت چیزو بکنیم، نمازه رو بخونیم، اشهد ان لا اله الا الله. حالا ببین سید باب میگه خیلی خوبه، اشهد ان چی لا اله الا الله، الله چیه که لا الهش باشه؟ ببین الان میندازاته تو فکر کردن، میگه اشهد ان لا اله الا الله، اینطوری داره حالا معنی میکنه، میگه هیچ حقی نیست مگر اون حقیقتی که تعدد نداره. قبلا از روی عادت، از روی سنت، از روی فرهنگ، از روی ترس، از روی پاداش سعی می‌کردن که این کارا رو بکنن.
چرا شما نماز رو میخونی؟ رسول الله فرموده اگه هر کسی نمازشو بخونه تو بهشت برینه. دیانت باهایی داره همچین چیزایی رو؟ البته که داره. چرا؟ چون دیانت باهایی هم داره با جمعیتی رو بروی در عالم که در سطوح مختلفه فکری واقع شده، ولی در همون سطوح پایین با نمیسته، سعی میکنه مردم رو از این سطوح پایین بیاره به اون بلوغ برسونه که تا جایی که شما وقتی ازت میپرسن واسه چی روزه میگیری، یه دفعه آقا جلیل نگه خب بگه مجبوریم بگه خب جمال باهایی شدیم، بدبختی مونه که باهایی شدیم این نبودیم. اینا به درد دوران رسول اللهی میخورد، نه اینکه رسول الله هدفشون بود، چون در زمان رسول الله هم آدم های روشن فکر زیاد بودن، ولی تعدادشون قلیل بود. واسه همینه که مولانا هم که وقتی داره اینا رو توضیح میده میگه رسول الله یه آدم هایی رو داشت که اصلا انقدر بصیرت داشتن که محمد بهشون میگه بابا این زبونتو ببند، زیاد حرف نزن. برای اون زمان یعنی آدم هایی هم بودن مثل همون سلمانه، سلمان فارسیه که بعداً بهاءالله رجعتش یکی از مؤمنین خودش معرفی کردن. پس جواب ما به سوال اول اینه که البته در ادیان قبل هدف این بوده که مردم رو از عبادت ظاهری و صوری نجات بدن، ولی چون اکثر مردم نابالغ بودن عبادت رو ظاهرش رو میچسبیدن، از باطنش غافل میشدن. در آیین بهایی مطابق آثار باب و بها ظاهرش مهمه، یعنی وقتی میگه 19 روز روزه بگیر تو 19 روز رو باید بگیری، ولی فقط اون رو یه چیز تعبدی نمیبینی، یه سمبول میبینی که ترانسفورمیشن یا انتقال نفوس ایجاد کنه. در حقیقت با زمان پیش با زمان پیش میره. روشنه این؟ این سوال اول. ببین چی؟ دومی، آیا روزه یه راهیه برای این که افکار باطنی خودمون رو و احساساتی که داریم در مورد خودمون، دیگران و یا جهان به طور کلی عوض کنیم؟ خب دقت کن چیکار کرد حالا به انگلیسی. Is fasting in any way related to the inner patterns of thinking and feelings about one's own self, others or the universe as a whole؟ چند تای ما تو را خدا وقتی روزه میگیری اصلا دنبال این حرفایی فکریشی بکنی؟ آیا روزه یه چیز فکریه؟ آیا در مورد خودمون فکر کردنه؟ اینجا که میگه تفکر یا ساعتن، آیا موقعی که میگه هر کسی خودشو بشناسه خدا رو هم شناخته؟ آیا من وقتی دارم روزه میگیرم به افکار پلید خودم، افکاری که منو کوچیک میکنه، افکاری که باعث برتری و بهتری من نسبت به دیگری میشه، افکاری که سبب بشه که من از به طبیعت توجهی نکنم، به حیوانات توجه نکنم، آیا اینا هم شامل روزه هست؟ یا فقط روزه اینه که صبح بلند شیم و یه طوری بخوریم که تا شب گشنمون نشی؟ حالا لقمه هم باید یه جوری بخوری که این سوال دومه که جوابش چیه؟ جوابش اینه که اگر یک عملی نتونه در افکار من، در احساسات من، در اعمال من، نسبت به خودم، نسبت به هم نوعم، نسبت به جهانیان تأثیر بذاره، این چه ارزشی داره؟ آیا شما
اگر فقط مهم روزه جسمانی باشه یه دکتر هم نمیتونه به تو بگه که یه دایتی بگیر واسه خوبه. شما میخوای بری زن بگیری، میخوای با این شکم گنده بره جلو، تو باید شکم کوچولو موچولو باشه، با زنها آشتی کنی، چایی بخوری، ازدواج کنی، شکم اون رو گنده کنی، بچه اینه که شما برای نمیای که به حساب بحث روزه رو که فقط اینکه شکم تو بر کنی که دقت کن. یعنی میخوایم بگیم جسم نیست که اهمیت داره، پس این مهمه. حالا ببینیم What is the wisdom of fasting in the writings of the Bab and Baha'u'llah؟ حکمت سیام در آثار باب و بهاءالله چیه؟ یه قسمتش رو ما گفتیم. برای چیه؟ انتقال نفوس. یه معنی دیگه ای که سید علی محمد باب داره طهارته. طهارت یعنی پاکی. این آخرین فصل بیانه، بیان فارسی. طهارت یعنی پیورتی. حضرت باب میفرمان هیچ چیزی مثل طهارت نی. خب این به ظاهر که نگاه کنه قضیه اسلامی میزنه، ولی بعد توضیح میده، میگه مثلا گوش تو نشنوه اون چیزی که حق نی، چشم تو نبینه اون چیزی که حقیقت نی، ید تو ننویسه اون چیزی که حقیقت نی، پای تو راه نره در مسیری که حقیقت نی. ببین اینا رو میگم سیام. دقت کنم ببین سید علی محمد باب در حقیقت داره یه مفهوم عملی میده. پس طهارت یعنی چی؟ طهارت افکار. طهارت یعنی چی؟ طهارت احساسات. طهارت یعنی چی؟ یعنی منش و روش اخلاقی و انسانی. بیان. بله؟ و بیان. بیان که همون فهمت بود. حرف نزن مگر چیزی که خیره، حقیقته. گوش نده، اینه که خوب دقت کن، کرشو. بهاءالله نمیگه در کده و بعد مردم میگن نگاه کن تو رو خدا. میگه کرشو، کورشو، آخه اینم دین شو. ببین چی میگه؟ میگه کرشو تا لعن و صوت ملی هم را شنوی. ملی کیه؟ اون بهاءالله داره حرف میزنه، نه میرزا حسین علی. وقتی تو داری در مورد بهاءالله حرف میزنی، یعنی در مورد شمس حقیقت حرف میزنی. کرشو مقصود این نیجا حالا واقعا کرشو، چون کرشو که فایده نداره، مردم به پشت میدن هیچی نمیفهمی. این کرشو یعنی بشنو ولی بتون فیلتر کنی. سیام خواهم آقایون در حقیقت ایجاد یه فیلترهایی در وجود ما نسبت به اون مسائلی که از خارج بر ما وارد میشه. ببین چگونه من اینو تعریف کردم. سیام، روزه، نماز، دعا، اینا فیلترها. فیلتر میدونین چیه؟ که اون چیزی که رد میکنه اون پاکی رو از ناپاکی، ناپاکی ها رو نمیذاره بیاد تو. پس سیام فیلتره، اینطوری که این داره تعریف میکنه. دقت میکنه؟ ببین پس اینجا میگه کرشو، در کلمات مکنونه کرشو تا لحن و صوت ملی هم را شنوی. صوت ملیش چیه؟ صوت ملیش وحدت عالم انسانیه. صوت ملیش غیبت نکنه. صوت ملیش ایراد نگیره. که مقصود از این نیست که من میرزا حسین علی نوری بیام واسه تون یه دهم بخونم شما گوش بدید. خب اگه این هدفش بود چرا در زمان خودش اصلا نمیذاش عکسش انتشار پیدا کنه؟
چرا وقتی خودش از خودش میپرسن شما کی هستی میفرمان خیلی ها وقتی میان من رو میبینن ابر میبینن خیلی آمدن حضورش گفتم بابا ما میخواییم بریم ببینیمش یه شخصی بود به اسم جورج هرتیک این تمام بساطه رو جمع کرده بود چون تو این انجیل بهش گفته بودم بابا بودو برو کوه کرمل اونجا این دستگاه ها رو مثل ایشون که این تلسکوپ رو گذاشته یه تلسکوپ گذاشته بودن چون عیسی مسیح قرار بوده بیاد پای توی این خیابون آلمانی ها همه شون اینا جمع شده بودن بعد اینا میرن وقتی که میرن این بابا اترا میکنه چیز بوده اتریشی و اینا هم بوده اروپایی بوده یه عده که از این پیروانش بودن میگن قربان حالا که شما اومدی دنبال مسیح یه پیرمردی هم هست این هر چند وقتی میاد تو این کوهه مقام اعلی رو میگفته گفته که چی اینا چی میگن؟ بابا اینا میگن والا این رجعت عیساست خب این بیچاره ساده همه چی رو ساده گرفته اومده تلسکوپ گذاشته که عیسی بیاد اینقدر آدم خوبی بوده آقا فا گفته که فوراً برین اجازه بگیریم من برم این آقا رو ببینم اینا بوده بوده کجا میرن اونم اونجا هم سکرتری جنرال بوده فقط ما که رابرت اندرسون نداشتیم که به حساب بوده بوده میرن بله آقا جان آقا جان منشی حضرت بهاءالله میره برای بهاءالله میگه که نمیش بگو نه حالا این آقا جانم ببین دوباره ظاهر و باطن رو ببینم میگه بابا میدونی این اگر بیاد نصف مسیحی ها قبولت میکنم بذار بیا ازت بالا میگه بهش بگو نه نیاد بهتره بعد خب این نیاد بهتره آقا جلیل شما بودی میگفتی ما این همه اومدیم این راه این ادعا کرده ما رو راه نمیده تو را خدا ناامید نمیشدی شما بگو تازه علل هم سوار شدی و همه این کارها رو کردی و بعد میبینی که بهاءالله یه لوحی نازل میکنه اسم لوح هم هست لوح جورج هرتیک توی این لوح جورج هرتیک اول که خوشو بهش میکنه حضرت بهاءالله و این آقا میگه ای دوست معنوی من حبیب معنوی من حالا ببینی تو ظاهر بین باشی بو اینا میگه چه دوست هست بابا تا نداشتی اصلا ما بیایم تو رو ببینیم حالا نه یو کال می مای بیست فرند حالا خون گوش کن بعد این لوحه رو که میخونه میگه که خلاصش اینه میگه میدونی چرا بهت گفتم نه یا چون اگه میومدی ابر رو میدیدی به جای عیسی چرا؟ آدمی رو میبینی وقتی که میخواد یه چیزی بنویسه دستش میلرزه کمرش خمه سنش بالا خب عیساش دیگه کجا بود میفرمایم میدونی وقتی ما گفتیم بهت عیسی سوار بر ابر میاد یعنی چی؟ ابر منظور این حدودات ظاهری و جسمانی شونه شما مثلا یادت هست آقا فاد فیلم رو که به حساب فیلم عیسی رو که درست کردن عیسی مسیح میگفت من پادشاه پادشاهانم یادت هست بعد همه اینا به این سرباز بدبختم که روزش رو ظاهر میگرفت گفت تو پادشاه پادشاهانی گفت باره تو گفت پادشاه یهودی گفت باره گفت آقا این پادشاه که بدون تاج نمیشه مرد حسابی رفت یه خاری پیدا کرد و یه تاشی هم گذاشت در این حالا مسیحی ها شروع میکنن به ناله ببین چه خونی ازش میامده اینا بهاءالله میفرماید علت این که مسیح ها قبول نکردن چون دنبال مسیح یعنی اون شمس حقیقت نبودن اومدن هیکلش رو دیدن از همه ضعیفتر شما بهاءالله رو ببینید سلطان سلاطین عالمه نمیگن محبوب عالم
اگر من نبودم هیچ یک از مظاهر ظهور نمیاد. شما در مورد چی داری حرف میزنیم مردم آمه؟ در مورد میرزا حسین علی صحبت میکنی؟ میرزا حسین علی که مظلوم عالمه، خودش میگه این مظلوم. میرزا حسین علی که از روز اول آزادی که من و شما داریم به عنوان یه انسان نداشته. حضرت باحالله به هرتی تویه، من نمیخوام تو عادت بکنی به این ابرا، جدا شو. اصلا کتاب ایقان بهاءالله در مورد این موضوع، کتاب ایقان در مورد جدا شدن از سبحات جلاله. سبحات یعنی پرده ها، جلال یعنی چیزهایی که خیلی بزرگ به نظر میاد. پس یعنی خانم آقای دیانت بهایی ویزدوم فستین رو این میبینه، حکمت روزه رو این میبینه که شما از ظاهر بگذر و به باطن رجوع کن. شما با ظواهر خودتو گول نزن. و خوب دقت کنید، من میرم سراغ چهار. What are the components of Tabata Wisdom of Fasting by Abdul'baha؟ این دهیل رو میگم و بریک رو میدیم به 5 دقیقه چون عمر کردم. حضرت عبدالبها یه لوح داره به اسم لوح حکمت سیام، این در مایده آسمانی آمده است، در اوشن آف لایتس ما گذاشتیمش بالا، میتونیم بریم ببینیم. حضرت عبدالبها میفرمایند سیام بر دو قسم است، سیام جسمانی و سیام روحانی. میفرمایند سیام جسمانی رمزی است از آن سیام روحانی. پس اگه دقت بکنید، چیزی که دیانت بهایی رو ممیز میکنه اصولا تأکیدش رو هدف از عبادته، نه فقط عبادت ظاهره. هدف اصلی باب و بها، من این رو به عنوان مسک الختام عرض میکنم، میفرماید تو سبب حزن خودت نشی تا چه برسی به حزن دیگری. اینه میگن سیام. سیام اینه که آیا من این اعمال و رفتارم حتی اگر خودم فکر کنم خوبه، واقعا اسباب ناراحتی دیگران رو فراهم میکنه؟ ببینین این سوال و جواب هاست که میگه تفکر و ساعته. حالا ببین بهاءالله نگی به کسی داره زب میشه، خدا پدر محمد رو بیا مرزه باز گفته تفکر و ساعتم. حضرت بهاءالله در لوحی که در این آیات الهی اومده در این جلد 1 و جلد 2 میفرمند، اینا گفتن یه ساعت، ما میگیم یه آن. میگه بابا این خیلی بابا حساب میکرده رو شما، یه ساعت شما تو را خدا یه ساعت فکر میکنی؟ والا شما واسه کار خودت هم اگه یه ساعت بخوایی بعد میگی خسته شدم بریم کافی بریک، اون می یک ساعت رو این چیزا کار میکنی. اینه که بهاءالله میگه یک آن، یه آن خوبه، یه آن فکر کن. چون ببین این اصل قضیهش اینه که تو فکر بکن. حالا فکر یعنی چی؟ از معلوم به مجهول پی بردن. ببین چجوری این رو میفهمم. بیا به جای این که فقط لیترلی بگیری بگو هدف چیه. ببین همین سوالایی که الان غیر مذهبی ها میگن، میگن بابا دین فقط یه وسیله است دور هم جمع بشن، پول جمع کنن، پول بگیرن، لله پول بده، صدات هم در نیاد، آقا عشقت باید بلا شرط باشه، این حرفا چیه؟ تو فقط پول رو بده کار نداشته باشه، اینا چی کار میکنن؟ خب آیا چهار نفر؟ بعد یاره میگه خب باید فکر کردن من کجاست؟ خب این فکر کردن قبل از اینه که تو دیندار بشی،
وقتی دیگه باهایی شدی که دیگه فکر نباید بکنی که فورا یه دونه ساین میزنی میگی مایند فور رنت دیگه بسیار اینجا قلب حال کار میکنه شروع میکنه قبل از اینکه باهایی بشی فکرت کار میکنه بعد از اینکه باهایی شدی قلبت کار میکنه این اومده بگی حبیب احمق فکر کردن و احساس کردن دو تا پدیده یه حقیقته دین که فرمودین یه دانشمندی که خیلی وقت پیش جایزه نوبل گرفت میگه دین مثل یه پستونکیه که میزنن دهن بچه آرومش میکنن این یه همچین فرمی این دانشمند توکیه شما اینم ضبطش کردی؟ البته ببین این چی میگه کامران خان شما چون رئیس معفدی اسمی ایشونو یاد داشت ببین نابدید اسم این دانشمند رو یادم نیست نه اینی که میگین درست هم میگه یعنی در حقیقت ببینید آقا این اینو میگه یه دو سه تا کتاب بهتون معرفی میکنم بریم بخونید تا این داستان پسونکه رو بفهمید ببین psychology of the masses روانشناسی توده شما فکر میکنی توده رو به این سادگی میتونی عوضش کنی؟ تو فکر میکنی با اومدن یه آدم هایی مثل سمرات و یه آدم هایی مثل شیخ اشراق و مولانا و سید باب و بهاءالله شما میخوای دنیا رو عوض کنی؟ ببین این داستان پسونه که از اونجا ها را میخورم یادت همشهره شوروی ما چی میگفت؟ دین افیون توده است البته این مال یه نفر دیگه است مارک نقل قول میکنه مقصودشون این بود اینا پسونه که این بود آدم هایی که نمیخوام فکر کنم آدم هایی که نمیخوام مسئولیت قبول کنم آدم هایی که خدا درست کرده و خدا درست میکنه و خدا دوباره پوله رو میده و خدا رنته رو میاره و اگه بد بشه خدا کرده و خوب بشه شاید یه ذرهشو من کردم و میگه اینا با بلوغ فکری ارتباطی ندارن چون اگه با بلوغ فکری بخوان ارتباط پیدا بکنن نصف این توهم رو باید بریزن دور اگه همشو نریزن ولی چون آم با سنت کار میکنه سنتم قویه فرهنگم قویه معمولا آدم هایی که دگراندیشن اینا بزرگر جامعه میشن اول بهشون میگی قاب عجب اندیشمندیه بعد یه ذره میبینی اعتقادات خودت هم داره شلوول میشه میگی مثل اینکه یه ذره بوی مشرک و ناقض و کافر میده بعد یه ذره دیگه که میره جلوتر میگه خواب مثل اینکه این حق باید بره تو لیست سیاه بعد یه ذره حالا شانس بیاره نره تو لیست قرمز که دیگه گردنش هم بذارم عام توده سید علی محمد با شما دقت کن یکی از بزرگترین دلایلی که دولت و ملت با این جوان که روبرو شدن خطر دیدن چون این شخص در حقیقت ضد اوهام میخواست قدم برداره حتی تو یکی از اثار اولیهش میگه حیفم میاد چیزایی که دارم به اینو بگم چیه طاقتشون بیش از این نیه میفرمان من مثل بچه با این رفتار کردم منی که اصلا به این حرفای اعتقادی موهوم معتقد نیستم اومدم یه مدتی اینا رو قبول کردم میگه من نه اینکه قبول کردم چون بهش معتقد بودم قبول کردم چون قدرت عام انقدر قویه که همه رو زیر سلطه خودش میگیره مثل داستان عام
یه آدمی اومد قلمشو دست کرده نوشت مار میم و علف و ره. یه آخوند دیگه اومد یه عکس مارو کشید بعد گفت خانم آقایمون کدوم ماره؟ همه اینایی که اونجا بسید زدن تو سر این دید گرندی چه گفت که این مزخرفات چیه تو دارید سر هم کردی؟ میم و علف و ره. مار اینه ببین چه دوم قشنگی هم داره. بنابراین این چیزی که برمیگرده مارکس میگه مقصود مارکس این نیمه نباید سوء استفاده کرد. مقصود از مارکس یا نیچه وقتی میگه خدا مرد دین مرد اینا میخوام بگن این اوهامایی که شما درست کردیم به اسم دین اینا مردم ها اسیر و ذلیل کرده ولی شما بدون میتونی باهایی باشی ولی میتونی اون اوهامو داشته باشی میتونی با رسول الله چایی بخوری اوهامو رو داشته باشی میتونی 40 سال با بهاءالله محشور باشی که بهت بگه خادم الله حاضر الله 75% آثار بهاءالله رو بنویسی واسش 10% آثار بهاءالله رو حداقل اینا به لسان توه مثل لوح مقصود آقا جان داره حرف میزنه ولی آخر شب بزنی زیر همانش ببین قدرت عام چقدره ببین the force of the masses ایران دقت کن این کتاب ها رو بخون که ایران رو بتونی بفهمی با فقط شعارهای عالی که تو نمیتونی مس رو عوض کنی عامه شما بنابراین واسه همینه که حضرت باب میگه سیام یکی از معانیش اینه به تدریج جدا شو به تدریج از اوهام قبل جدا شو سیام رو بهاءالله یه طور دیگه هم میگیرم میگه تو هر نسلی که هستی یه ستاره‌ای بشه واسه این نسل بعدت ببین اینا چجوری سیامو میفهمن یعنی یه برداشت علمی عملی داره از این میکنه جلی حالا شما دست بسید نشستی اون خوابالو نشسته ولی شما داری فکر میکنی من میدونم شما حالا سوال پنجم هم بکنم یه بریک بگیرم 5 دقیقه میشه برم داس فاستین هز اینی اینجا رو دقت کن اینجا رو دقت کن هوشی این قشنگی داس فاستین هز اینی ریلیشنشیپ تو کانسپت آف کروسید منشند این گیتا ان قرآن دن دی وردز آف رومی کروسید دیگه چیه؟ کروسید الیویتد ورد چیه؟ جناب پروفسور جنگ جهاد ببین حالا ببین ما فستین رو چجوری به جهاده بود ای خدا مرگم بده میگه اینا ربطی داره اصلا با هم حواست هست هم شعری شما چون یه ذره با محمد چه نمیخوری اینجا گوش کن حالا این من به خدا 5 دقیقه یه بهتون چیز میدم که برین یه چیز بردارین بخورین یا میخواین متوقفش کنم به چیزی بخورم بیا بریم یه چیزی بخوریم چون این میترسم طولانی بشه بریم یه چیز آه خاموشش میکنی جناب آجی غذا رو ضبط نکنه چی رو میخوریم ولی توی آجا خب خانم آقایون اگر بخواییم ما خلاصه اون چیزی که تو به الان یاد گرفتیم در حقیقت
نماز و روزه دو وسیله است برای انتقال نفوس. خوب دقت کنید، یعنی در حقیقت هدف از نماز و روزه آن است که مردم از یک وضعیت به یک وضعیت جدید منتقل بشن. به همین دلیل میگه انتقال نفوس. یعنی در حقیقت نماز و روزه یه معنی دیگرش این است ترانسفورمیشن، یعنی تقلیب. وقتی میگه ترانسفورمیشن، ترانس فرم، به اضافه فرم، فرم یعنی اون چیزی که هستی، ترانس یعنی گو بیاند. پس انتقال نفوس هدف نماز و روزه است. اینجاست که میگه عبادت روزه است، نمازه. حالا دقت کنید، چیز دیگه ای هم که شما فهمیدین در حقیقت این ترانسفورم یعنی چی؟ یعنی از شؤونات عرضیه. عرضیه یعنی چی؟ یعنی چیزایی که زودگذره، فانیه، بقا نداره، از اونا بگذر. این میشه روزه. یعنی در حقیقت چه چیزایی شؤونات عرضیه است؟ تعلقات چی؟ تعلقات نفسانی. نفسانی یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که منیت رو پرورش میده. ببینید خیلی راحت اینا اگر انسان ها بفهمن. یعنی در حقیقت شؤونات عرضیه یعنی چی؟ بهاءالله در ایقان شریف خودش در همون بند اول و دوم می‌فرمایند شؤونات عرضیه یعنی گوش را از استماع اقوال. کدوم اقوال؟ اقوالی که کاذبه، اقوالی که فایده نداره. چشم را از مشاهده کلمات فانیه. چه کلماتی فانیه است؟ اون کلماتی که انرژی منفی میده. چه کلماتی فانیه است؟ اون چیزایی که جدا میکنه. غیبت کلمات فانیه است. قلب را خوب دقت کنید، بهاءالله در ایقان شریف اینا را خوب دقت کنید، مخصوصا ماه روزه که میاد این جووناتون رو به جای اینکه فقط بخورم و بخوابم و بعدم بلنشم برم یه پارتی میگیرم، این ایقان صفحه اولش بی اندازه مهمه. بیان فارسی صفحه آخرش بی اندازه مهمه، چون در مورد عملی بودن روزه صحبت میکنه، که یعنی تو گوش، چشم، وجود، حرکت، تمامش باید مورد آزمایش قرار بگیره. اون موقع تو روزه داری. بعد دقت کنید، و قلب را، چشم و گوش و قلب را از تعلقات به سبحات جلال. سبحات جلال چیه؟ اینا ابرهایی که خیلی به ظاهر پر عظمته، خونه هاتون، مالتون، اموالتون. نمیگه که اینا بده، نمیگه خونت رو تو نیوپورت بیچ بفروش برو توی یه دهکوره، نه، میگه تعلقات با دارایی فرق میکنه. ببینی اینا نمیگن روزه. تعلقات موقعیه که وجود تو با ماشین تعریف میشه. شما
وجود با خونت تعریف میشه. وقتی میخوای بری پلو یه نفری، ماشینته که تو رو معرفی میکنه. تو رویز رویز که میشینی یه احساس دیگه داری. اگر تو پریاس بشینی یه احساس خیلی خفیفتری داری. اینا رو میگن تعلقات به سماعات جلا، چون عبره، چون وسیله است، هدف نی. تعلقات به سماعات جلا دوباره یه لوح دیگه حضرت باحالله. حضرت باحالله این فرمان من بچه بودم، یکی از برادرهای من میخواست عروسی کنه، یکی از اخوان. به رسم اون زمان 7 روز 7 شب شهر رو چراغونی میکردن. میگه به یکی از این شبا ما نشسته بودیم، حضرت باحالله در حالت بچگی میفرمان، بعد دیدیم که گفتن الان زمان بازی شاه سلطان سلیم است. بازی شاه سلطان سلیمی؟ آقا فاد نیویورکیه، باید من به زبون نیویورکی بگم. این چی بود؟ چیزایی بود که یه جعبه‌ای بود، آدمای دستی رو رست میکردن، اینا کارهای آدمای بزرگ رو میکردن. این پادشاه نشسته بود و وزیره نشسته بود، همه چایی میخوردن، یه دفعه خبر میاد آقا فلان مرز رو گرفتن، چیکار کنیم؟ شاه میگه بریم بگیریم، بزنید، ببرید، بکشید. اینا همه میرن و بعد از یه مدتی بازی تمام میشه، بازی تمام میشه و این جوونم مونده، چه خبره؟ بدو بدو میره بلای این بابا که این بازی رو درست کرده، میگه شاه کجا رفت؟ وزیره کجا؟ میگه والا همه اینا رفت تو این جعبه. بعد از اون والا این فرمان قسم به خدا جمعی عالم و مافیه به همین جعبه است. اینه میگم سبحات جلال. آقا روزه میخوای بگیری این لوا رو بخون. بعدم نگو به 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 تو بهش کن. ما که نمیخوایم بگیم به دیگه به بهاءالله که شما به به نمیگی. شما از خودت بپرس خب حالا الان که من دارم روزه میگیرم، ارتباط روزه با این داستان با زندگی خود من چیه؟ اینه میگن انتقال نفس. اینه که ببینید هدف از روزه چیه؟ یه زبون دیگه میگم، من دارم به هزار تا زبون میگم جدید. مثلا ببین شما هفت‌وادی رو میخونید، درسته؟ وادی آخره آخره آخرش چیه؟ فنای فلاح و بقای لله، درسته؟ فنای فلاح یعنی چی؟ یعنی دایین در راه خدا، در مسیر خدا و لیوینگ این خدا، درسته؟ خب این چی؟ چجوریه؟ و روزه؟ روزه یعنی منو برسون به اینجا. ببین چی چیکار کردیم حالا؟ روزه نبود که با خوردیم و نبود نخور حالا من آقا فاج خوردیم بعد چی شد؟ چی؟ پرد دوباره گشتمون میشه. پس بنابراین فنای فعلا یعنی چی؟ فنای فعلا یعنی من اراده از خودم ندارم، اراده از خودم ندارم چی؟ اون موقع که بهت میگم بیمار که مدرسه بیم. تو اراده نداشته باشی منقطعی، یا اتفاقا به اراده خودت در مسیر درست قدم برداری. دقیق کردی فنای فعلا یعنی چی؟ فنای فعلا از خود بهاءالله بشنو. فنای فعلا یعنی چی؟ یعنی اراده من، فکر من، وجود من در راه حق، یعنی حقیقت. دوباره حالات مذهبی بهش ندی بلند که دوباره بری تو کوها و الله، این الله های خرافی رو بندازیم دور، الله تعبدی رو بزنیم دور. الله کجاست؟ رفیق شما مولانا کجاست؟ الله مولانا به من نشون بده کجا نیست الله. الله در قلوب مردمه، الله در فکر مردمه. میگه وقتی تو همه چیز رو به خاطر یک حقیقتی که کامل تره،
جامعتره جدا میشی ازش، اون موقع به بقای الهی میرسی، میشه حفادی. ببین حفادی این همه بیاییم حفادی بخونیم، خیلی خیلی مهمه. هزارها بار خوندی چی شد؟ هیچی نشد. میدونی چرا چیز نشد؟ چون داری به حساب تئوریتیکالی در نظر میگیری، فکر میکنی این کتاب کتاب عرفانیه، باید فلسفه بدونی، باید مولانا بدونی. نه تو باید بدونی این اصطلاحا در ارتباط با زندگی فردی خودت یعنی چی؟ روشنه؟ پس ما فکر میکنم دیگه تا اونجایی که تونستیم این مسئله رو حل کردیم. حالا سوال پنجم اینه، آیا سیام روزه ارتباطی به مفهوم جهاد داره؟ As is mentioned in Gita, Quran and Rumi. آقای من سه تا آوردم که همشهریای شما ناراحت نشن. گیتا مال کریشناست، قرآن هم که مال رسول الله است، رومی هم که سلطان العرفا است. گیتا چی میگه؟ اصلا لفظ جهاد، خب دقت کنید، جهاد رابطش با سیام، جهاد چیه؟ این گیتا رو که میخونید نمیدونم که ما این کتاب رو میخونید یا نه، هیچ شرط و فصل داره. تمام کتاب در مورد جهاد به یه طرق مختلفه. این بابا فصل اولش شروع میکنه بسم الله پیغمبر خداست، این بابا کسی کریشنا رو یه قبول نکنه آقا پاهات دیگه دکونتو باید ببندی به این دنبال کار. این تا شروع میکنه کتاب رو پیروان واسطه رو به روش مثل ملاوزین مثلا بابیا میگه خب برمان فرمایش اول، میگه بجنگ، میگه ای بابا همه میگن لاف منکاین لاف و منکاین، آخه این چه وضعش درست کردی؟ آخه وحده، میگه بجنگ، چون تا تو نجنگی اون صلحی که دنبالشی پیدا نمی کنی. تمام این فصل آقا کامی در مورد جهاده، میگه جهاد با چی؟ فصل اول جهاد با چی؟ آخه جهاد تو به من گفتی خدا محبته، خدا عشقه، خدا صحباز، هی به من داری میگی بجنگ، هی ازت میپرسم عشق چیه؟ میگی جهاد. میگی ازت میپرسم عدالت چیه؟ میگی جهاد. پس جهاد چیه؟ یه ده تا فصل میذاره که اینو توضیح بده. ببین به یه زبون ساده مرداد، هر چیزی که جدات میکنه به جنگ. جهاد در حقیقت با نفس. حالا واسه ببینی عرفانی شدی، رفتی تو مولانا بس. ببین این جوون این کی بوده آقای کامی؟ این چقدر پایدار زده بقیه اون موقع شما نبودی هم بازا بوده، شما بودی یا نبودی، یکی بود یکی نبود بود بوده، ولی ببین بوده، این هم که به حساب بریم با این هیکل که میگه بوده که باید قبول کنه به حساب اینه که زیاد چیز نباید کرد. ولی این حالا روش چونه میزنن 3500 سال قبل از عیسی بود پنج، ولی بالاخره بود. کتابه رو بخونی چرا فکر میکنی یک احساسی مثل اینشتن، یک کسانی مثل حتی هاکینگ دیگه اگه ما یکی رو بتونیم که اینا پیدا کنیم دنبال هندو میریم کریشنا؟ چرا؟ چرا اینشتن دنبال این میره؟ رسول الله رو چرا نمیره دنبالش؟ باب الله رو چرا نمیره دنبالش؟ بهاءالله رو چرا نمیره دنبالش؟ چون پیروان رسول الله و باب الله و بهاءالله همون کانسپت کریشنایی رو که جدا شدن از چیزای محدوده برداشتن جنبه سنتی و عبادتی بهش دادن، یعنی محمد بیچاره رو بهاءالله بیچاره رو
برداشتن تو قالبای فرهنگی درست کردن دوباره سنتی روزتو گرفتی ای خاک بر سرم 15 سال شده هنوز نگرفتی کرشته ببین خوب چیکار میکنه میگه از کجا شروع کنم میگه اولین کاری که باید بکنی اینجا رو دقت کن تو رو خدا اینه دقت کن بعد من بهت بگم چطوری شوقی افندی استفاده میکنه تو آثار خوب دقت میگه اولین چیزی که تو باید بفهمی ارجونا ملا حسینشه میگه you have to understand the concept of self نفس گرفتی عباس آقا نفس نفس چیه؟ کرشنا دو تا سلف وجود داره یکی سلف محدود confined self یکی سلف نامحدود یا یونیورسال سلف منه خوب دقت کنی منه محدوده محدود و من جهانی خوب دقت کن ببینید چجوری خودشو میچرخونه تو آثار بهاءالله پیداش میشه من محدود چیه؟ میگه اون چیزی که تو رو تنها کرده اونی که تو رو جدا کرده اونی که فکر میکنه که تو ضعیفی تو ذلیلی تو حقیری تو کسی رو نداری چون تو این منیه که باعث میشه تو بخوای با یک کسی دیگه کامپیت کنی که ببری چون اعتمادت فقط روی خودته من مرکزم اگر من برنده نشم ذلیلم من حقیر میشم آبروم میره خفت دار میشن میگه من جدا کننده اینه میگه به ایش آدم من جدا کننده این من جدا کننده چیا میاره میگه تمام صفات غیر انسانی تمام مشکلات روانی تمامش از این من جدا کننده ناشی میشه بنده به عنوان یه سایکوتراپیست روان درمانگر میتونم اینو ببینم پرسونالیتی دیسوردرا اختلالای شخصیتی به خاطر اینه تنهایی جدایی چرا فکر میکنه یه چیچه سکس فردی که با خودش حرف میزنه آیا ما بعضی ها که با خودمون حرف نمیزنیم با دیگران حرف میزنیم ما سکس فردی که درش دو نیستیم وقتی که حقیقتا ما با هم حرف نمیزنیم من با شما حرف میزنم که اپروول از اون چیزایی که خودم میگم بگیرم این که همون سکس فردی که همین کار رو بگنه حواستون نیست فقط اون اسمش بعد در رفته میشه دنیای خودشو میسازه توی دنیای خودش تصورات خودشو میکنه آدمای خودشو درست میکنه با آدما میجنگه با آدما آشتی میکنه این بابا خوب دقت کن میگه از کسایی که من جدا کننده چیه میگه من جدا کننده تنهایی رو دوست نداره چون همیشه احساس تنهایی میکنه حتی با مردم هم که از احساس تنهایی میکنه اینه که خب ببین روانشناسی جدید To be alone versus to be lonely To be alone is not that bad اتفاقا مردم بعض موقع دلشون میخواد که با خودشون یه چایی بخورن ولی To be lonely خیلی بده کرشنا اون موقع به خدای ندیگوی تو روانشناسی داشته نه چی میگه میدونی چرا احساس تنهایی درونی میکنی؟ میگه چون تو فقط به خودت داری فکر میکنی بعد این باعثش چی میشه؟ میگه غیبت میکنی لعنت میفرستی با
بود پرستی میکنی، غلو میکنی، تمام اینا به خاطر این من محدوده. اعتماد نمیتونه دیگه باشه. وقتی من محدوده، چون منم به خاطر خودت میخوای، منو به خاطر من نمیخوای. انسان ها میشن وسیله نه هدف. فقط کنترل مهم میشه، کلابریشن معنی نداره. حالا خوب دقت کن آقا کامی میگه جهاد. جهاد از چی؟ جهاد از رهایی از این نفس که به کجا برسم؟ به من جهانی. من جهانی چیه؟ جمیع عالم وجود یه هیکل. دقت کن آقا، زیربنای وحدت عالم انسانی رو بابا گذاشته 5000 سال قبل. کجای کاری ما همینطوری آواز میخونیم از خودمون؟ علت داره که بهاءالله میگه بابا به خدا جوهر همه این چیزایی که من به شما میگم از قبل گفته شده، من فقط اینو به زبون ساده میگم. اول کلمات مکنونه عربی این همون چیزیه که از قبل بر نبیین و مرسلین ظاهر شد. ما جوهرشو گرفتیم، به لسان اختصار به شما میدیم. من جهانی چیه؟ میگه من جهانی اینه که تو خودتو تنها احساس نمی کنی. چرا؟ چون جمیع اون چیزی که موجوده، از حیوان، نبات، جماد، انسانها، این کره، اون کره، همه یک هیکلن. آقا دقت کن، جمیع عالم وجود یه هیکله. میگه وقتی اونطوری چک کنی، درد دیگری درد توه، درد تو درد دیگریه. کامپتیشن میشه کلابریشن. بعد من کامپیت میکنم یا نه؟ آره تو کامپیت میکنی واسه اکسلنس، تو کامپیت میکنی برای اینکه خدمت بهتری بکنی. آقا کریشنا گیتا. بعد اون موقع میگه ولی میدونی چیه ارجونا، دوست عزیز من، هر جا میری این نفس محدوده باید میاد، این جزء وجود توه. تو پس بنابراین شب روز لحظه به لحظه باید باش بجنگی. اینو ما بهش میگیم اسلام، شهاد اکبر. میگه اگه اینو نگیری، اگر اینو نگیری بعد میری تو جهاد اصغر. جهاد اصغر چیه؟ سلف انقدر مهم میشه که با سلف های دیگه میجنی. اینه که حضرت رسول اکرم میفرماین ای پیروان، به این یه عده آدم های ظاهربین سنتی میگه شما ها رفتین اینجا رو گرفتین و اونجا رو گرفتین و اونجا رو گرفتین، خوبه؟ آره رسول الله انقدر خوبه. میگه اینا رو من بهش میگم جهاد اصغر. حالا میتونین شروع کنین برین دنبال جهاد اکبر. جهاد اکبر چیه رسول الله؟ جهاد مع نفس اماره. نفس اماره چیه رسول الله؟ اماره یعنی زشت. هر چیزی که تو رو از اون من جهانی دور میکنه. آیا این به نظر شما با الله توش نیم؟ دیانت وای توش نی؟ دیانت مسیح توش نی؟ تو مثلا ببین میگی خدا محبت است. این داره میگه بهت برادر، اصلا محبت خود خداست. محبت همین جهان جهانیه، محبت همین حرمت به عالم وجوده. ببین این مرد عباس آقا، این مرد که خیلی ها بهش توجه نمی کنن. حتی یه عده معتقد نیستن این کتاب رو کی نوشته، ولی
اینیشتن ها معتقد بودن هر کسی این کتاب نوشته نشون میده در یک زمانی حداقل یک نفر بوده که همچین افکار عالیه رو داشته. تو داری در مورد قبل از سقراط حرف میزنی، تو داری قبل از افلاطون حرف میزنی، قبل از عیسی حرف میزنی، قبل از موسی حرف میزنی. چی شده که مردم اینطوری منحرف شدن؟ دقت میکنی؟ اینه میگن این صیامه، این روزه است. از هر چیزی که من رو از اون جهان نکلی جدا میکنه بگذر، صیام. حالا ببین شوقی افندی، آقا با شوقی افندی چای میخوره؟ دبل کروسید میشنوی یا نه؟ چه باراست؟ ریشش برمیگرده به این بابا. جهاد، ما جهاد نداریم، از فقط باره لای نرفا چیه؟ همش محبت، لاب 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 لاب. تازه لاب دارین اینطوره، این ای لاب نداشتین چگاه میگرده؟ ای خدا لاب، آقا زیاد کسی لاب 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 نمیده، از اون منم گاب 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 در نبتوش. اینه که با گاویت به جنگ که لابیتت معلوم بشه. ببین دبل کروسید شوقی افندی، دبل کروسید به زبون عصر، جهاد مضاعف. کجا اینو میبینی؟ تو ظهور عدل الهی، Advent of Divine Justice. برو اون صفحه آخرش بخون بابا. اینا رو میخونه یا اینا جوکه همش؟ همه لاب من کن، لاب من کن. بخون، چون میگه اگر این جهاد مضاعف نباشه عدالتی وجود نداره. تو چون تا به فکر اون نفس جهانی نباشی عدالت یعنی چی؟ حقوق الله، حقوق الله لیدی یعنی؟ ببین همه چی رو میتونی روی این چیز کنی. حقوق الله یعنی چی؟ یعنی ما وسائلی رو میدیم برای الله. الله یعنی چی؟ یعنی همون نفس جهانی. هر چرا؟ عبدالبها عباس، هر چیزی که عمومی تره الهی تره. این خدا رو چجوری معنی کرد؟ خب پس باهایی شده چی بشه؟ باهایی شدی؟ باهایی شدی بشی انسان. چرا؟ چون باهایی یعنی جامعه جمعی کمالات انسانی. و من بگو ببینم تو چجوری کمالات انسانی داری؟ اگه به فکر اون من جهانی نیستی؟ دقت کردی؟ چجوری حالا من کریشنا و باب الله و بهاءالله همش آوردی تو یک قسم؟ صیام یعنی به اینجا بتونی برسی. صیام وقتی میگه انقطاع، انقطاع از ملکوت اسما، انقطاع از این دنیا و از اون دنیا، اینا چیشه؟ آدم اصلا گوش میده میان نطق میکنن که کیف میکنه اصلا، میگه خدایا یه کار بکن بچه منم تو بزرگ شد همطوری نطق کنه. اینطوری این دعا رو نخون، بگو خدایا بچه من انشالله بزرگ بشه یه کلمه از این کلمه ها رو بفهم. انقطاع از ملکوت اسما یعنی چی؟ اسما یعنی چی؟ اسما یعنی هر چیزی که تو رو محدودت میکنه. اسما یعنی هر چیزی که تو رو لیبلت میکنه. چه لیبلی بالاتر از انسانیت؟ دقت میکنی؟ حالا دبل کروسید چیه؟ میگه دبل کروسید، کروسید اول من جنگ با خودته. جنگ با خودم چیه؟ میگه ببین خوب دقت کن، این کتاب دیوان جستس رو بخونیم. پول کتاب سالم هست ما، این با این کنی چایی میخوره یا نکن بابه؟ وقتی به حساب گفت این هشتادمین سال نزول ادونت آف دیوان جستس، همین تو زیافت خوندی گفتی خب نکست. نکستش دیگه چیه؟ حالا باسته یه ذره بزن باشه یه ذره. جهاد مضاعف یعنی چی؟ شوقی افندی میگه ببین این صفات رو ببین، پیورتی، رایشسنس، تروتفولنس، این به لایف پترن خودت هم نگاه کن. آیا اینا رو داری؟ من میگه بله خب
جهاد کن. جهاد پس یعنی بجنگ با اون چیزی که خصوصیات انسانی تو رو در حقیقت میگیره ازت. جهاد مضاعف دیگه چیه؟ میگه خب ببین یادته این آقا کریشنا رو یادته؟ فقط تو نیستی ها، دیگران هم مطرحن، هستن یا نیستن. پس تو وقتی با خودت جهاد میکنی در حقیقت تبلیغم میکنی برای این جهاد برای دیگران. اینه که میگه جهاد مضاعف، یعنی first taking care of your own life. Second, to teach the cause. Teach the cause. ببین نمیگه teach your opinion, teach your religion, teach the cause. کدوم cause? Cause of oneness of humanity. Oneness of the world. شما ببین اگه اینطوری سیامو بفهمی برادر من، من اینا در شیش قسمت واسه شما درست کردم که شما در حقیقت ببینی که دیانت بهایی یه دیانت خیلی بالغیه، چون مردم بالغ شدن. علت این که شاید من این رو ضبطم میشه، شرمم میکنم اینو بگم، شما هر چی میری به اعماق این کتابا، چه این گیتاش باشه چه آسان بها، میبینیم ماها اینا رو نفهمیدیم. ما اینا رو برداشتیم با سنت‌های خودمون، افکار خودمون، فرهنگ‌های خودمون قاطی پاتی کردیم. بعد این چیه؟ جوهریه داره دست ما، انقدر دستمال دورش پیچیدیم که این جوهر خط نخوره، بعد جوهره رو هم گم کردیم. اینه که مردم از دین خسته شدن. اینه که تو یه راهی، راه ما چیه؟ که مردم رو از خرافه‌گری نجات بدیم. مردم رو نمیخوایم بهایی کنیم، مردم رو نمیخوایم عبدالبها پرست کنیم، نمیخوایم بهاءالله پرست کنیم، میخوایم به مقام انسان برسیم. دقت میکنید چطور شد؟ جونم ببخشید، این خیلی مشکل انسان، ولی هر چیز از ذهنم من اینو مرور میکنم، اینطور که شاید باده شاید نتونم. ما از 18 چپتر گیتا صحبت میکنیم، یعنی که هزارها سال این مطالب گفته شده. بله. مزده به حالا میاد اینو اقرار میکنه که من جمع آوری کردم. چجور شده که دانشمندهای ما، کسایی که دروس درسی رو درست میکنن و این مطلب رو به وضوح میدونن که در طفولیت تخمی رو در وجود انسان میشه کاش که انسان بار بیاد، چرا اینو در جزء دروس درسی نمیکنن و در مدارس اینو تدریس نمیکنن و توقع دارن که ادیانی مثل مسیحیت یا بهائیت این بچه‌ها رو اداب بکنن و اینا رو یاد بشون بدن؟ ببینید این چرا این در این سوال، امیدوارم این سوال شما ثبت کرده باشه. ببینید این سوال اساسی بنیادیه، چون کسایی که این کار رو میکنن باید از من جهانی، دین من، دین تو، نژاد من، نژاد تو بزنن کنار، چون در این فلسفه فکری دیگه دیانت بهایی و دیانت اسلام نی، دیانت بهایی و دیانت اسلام میشه به عنوان یه وسیله. هدف اینه که اون انسان رو تربیت کنن. اشکال ما اینه سرور عزیزم، این نظر شخصیه، حتی اون کسانی هم که تو این کارن اینا رو گوش میدن فقط به عنوان نظر شخصی حبیب بشنوه. ما باید خودمون وقتی که این کتابا رو مینویسیم، این والیوم ها رو درست میکنیم، اجنده هامون رو بذاریم کنار. اجنده خیلی مهمه. آیا هدفت اینه که تخ بپاشیم مردم بیان به سمت اون محدوده دین تو، ارگانیزیشن تو، تشکیلات تو، یا میخوایم مردم بیان به خاطر هدف وحدت عالم انسانی؟ یعنی آیا با اون زمان نرسیم که باید بازنگری بکنیم؟ کاملا صحیحه. و هدف به نظر منده، هدف بهاءالله، هدف کریشنا،
وقتی این میگه من جوهر اون چیزی که در قبل بوده میخواد یعنی بگه آقا there is nothing new under the sky، شما فقط باید چشم جدید پیدا بکنی، فهم جدید پیدا بکنی که این حقایق ازلی و ابدی رو ببینی. شما واسه همینه وقتی رومی رو میخونی میبینی یه قرآن دیگه میبینی، ولی همون قرآن محمدیه. یه عده میخونن میشن آیت الله، یه عده میخونن میشن آفت الله، من خودم رو میگم، یه عده دیگه میخونن که نه آفت بشن نه آیت الله بشن، بشن یک وسیله که از اون من محدود جدا کننده برتر بهتر به من یگانگی وحدت در کسرت مبدل بشه. دقت میکنی چقدر قشنگه؟ پس من معتقد هستم در همه سیستم های فکری این چالش وجود داره که شما دو نفر عزیز فرمودید. وقتی شما میای به یک گروه میری فقط همین کتاب رو بخونید، دیگه کتاب دیگر نخونید. وقتی میای بگین جوان تو دیگه سوال نکن، این همینی که هست، اون موقع هست که میخوای من جهانی رو من فردی بکنی، اینجاست که بدبختی های عالم شروع میشه. میتونی تو عضو یه تشکیل باشی یا میتونی خود یه تشکیل باشی، چه میتونه تشکیل مذهبی باشه، چه تشکیل سیاسی، چه مفهوم فلسفی. ببینین من چی فکر میکنم، اینا رو میبینین یه دو ساعت ما نشستیم این صحبت رو کردیم، همین رو برداریم این میره تو یوتیوب، بیشینین بررسی کنیم. من مطمئنم سوالای زیادی رو تو ذهن شما ایجاد میکنم، بعد سعی کنید از این سوالای یه جوابای بهتر پیدا کنید، سعی بکنید اینا رو مثل توتی یاد نگیرید، توتی با حالا خودتون بگین خب اینایی که این بابا داره میگه تو زندگی من این بدبختی هایی که دارم در سطح فردی، در سطح اجتماعی، در سطح جامعه، در سطح تشکیلاتی، چه سیاسی، چه مذهبی، آیا این مسائل میتونه منو نجاتم بده؟ امکان داره؟ من این سمینار رو واسه دوستان غیر بهائی دادم در اروپا، یه عده‌ای پیدا شدن الله بعد از 3 سال، میگم ما فهمیدیم که حداقل مسئولیت داریم به جنریشن بعد، ما فهمیدیم که درسته ما دینمون رو دوست داشتیم، ولی دینمون رو دوست داشتیم نه دین جهانی رو دوست بداریم، ولی دین جهانی اسم نداره، دین جهانی رسم نداره. میگه ما به بچه‌مون الان یاد میدیم انسانی فکر کن، ولی انسان رو به انگلیسی بودنت، آلمانی بودنت، مسیحی بودنت تعریف نکن، چون اون موقع میشی من محدود. ما به بچه‌مون یاد میدیم از هر چیزی که تو را از انسانیت جدا میکنه جدا شو، و بهش میگیم فستی. ببینید دقت بکنید عباس آقا، اینا نه مسائل فلسفیه نه مسائل مذهبیه، مسائل انسانیه. و الا چی میشه؟ شوقی افندی خود بهاءالله میفرمان آینده در دست شماست، اونایی که منتظرن بهاءالله ها آینده رو درست کنن باید از خودشون خجالت بکشن، شرم کنن. وقتی که بهاءالله ها از 5000 سال قبل این مسئله مطرح کردن، آیا اینا درست نکردن؟ حبیب بیشرف هنوز منتظره که یکی یه بیاد درست کنن. ببینین اینا یه مقدار بلوغ میخواد عباس آقا، ولی باید گفت
بدون تعصب گفت، با شجاعت گفت و در راه حقیقت گفت، ولی از هیچ کی هم انتظار نداشته باشین مگر اینکه دشنامتون بدن، سنگ بندازن جلوتون، ولی شجاعت داشته باشین، خط قرمز رو هم اگر رسید پاش واسی با اون شهادته. قربان شما، شبتون بخیر. برسید Thank you.